موضوع برنامه امشب ما راجع به افسردگیه. تو این جمع کیا افسردن؟ نه بگیرین بالا واقعا. 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 22. خب الان امیدوارم که امشب حالتون بهتر شه. من سعیمو میکنم. بعضی ها به دلایل نامعلومی افسرده بودن رو بیشتر از شاد بودن و سرزنده بودن دوست دارن. یعنی به صورت ناخودآگاه مشکلی با گریه کردن ندارن، اما خندیدن رو بد میدونن. کافیه وقتی داری باهاش حرف میزنی الف یه کلمه رو یه ذره بیشتر بکشی، سری میزنه زیر گریه، میگه چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ میگه آخه خیلی سوزناک گفتی. بعد نمایش کمدی که میبینه منقبض میشینه، چنگولاشو میکنه تو رونش که یه وقت نخنده. از یه مجلسی میایم بیرون میگیم خیلی کیف داد، آخه این مدت ها بود اینجوری گریه نکرده بودم، جیگرم حال اومد. از یه مجلس دیگه میایم بیرون میگیم فلان فلان شده، چقدر ما رو خندوند، خیلی بامزه است، بیشعور. مادر بزرگ گریش که میگرفت میگفت فلای قربونت برم عزیز دلم، خندش که میگرفت میگفت خدا نکشتت ذلیل شده، برو گم شد جلو ششم. وقتی میخندیم دستمونو میگیریم جلو صورتمون که کسی نبینه، اما وقتی گریه میکنیم هیچ مشکلی با دیده شدن نداریم. بعضیا دهنشونو 1.20 متر باز میکنن، زبون کوچیکه رو میلرزونن واسه بقیه. طرف یه عزیزی رو از دست داده، وایستاده یه گوشه، کاری به کار کسی نداره، هبش میگن گریه کن، بریز بیرون خودتو، گریه کن و سبکشی. بعد توی مجلس شادی یکی میخنده، سبک بازی در نیار، سنگین باش، جلف. خواننده داره رو سن ملق میزنه، میخونه دلم پیش تو گیره، نه از پیشت نمیره، یه چند سالی اسیره. خب چند نفرم دارن پشت سرش از در و دیوار میرن بالا. بعد تو سالن نشسته دستمال گرفته از گوشه، اشکشو پا اشکش میاد، میگن این که شاد داره میخونه، چی اینجوری؟ میگه این شاده، داره میگه دلم اسیره، نمیفهمی؟ یه سری افراد، یه سری از افراد چیه؟ یه سری از افسردگی ها به دلیل ترس از مرگ ایجاد میشه. یعنی طرف سر و مرو گنده است، به جای اینکه از زندگیش لذت ببره زانوی غم بغل کرده، هی میگه خب هممون میمیریم، من میدونم اول و آخرش که میمیریم. رفته برای خودش قبر خریده، پنجشنبه ها میره میشینه بالا سر قبر خودش زار میزنه، مرغ نمیخوره میگه هورمونیه میمیرم، نون نمیخوره میگه جوش شیرین داره میمیرم، پیاده روی نمیکنه میگه یهو زمین رانش میکنه میمیرم، زیر لوستر نمیخوابه، تمام قد زیر دوش نمیره، گلابی نمیخوره میگه هضمش سخته میمیرم. یعنی یه کاری کرده که همه دوروبریاش میگن پچه نمیمیری خبرت. تو عمق 20 کیلومتری زمین در زابل زلزله اومده، اینجا در تهران قشقرق را انداخته، 10 طبقه ساختمونو در حالی که فریاد میزده زلزله دویده پایین، بعد توی مسیر تمام سیمای تلفنو کنده، تمام لامپای راه پله رو با لگد چکونده،
جای آرنجش رو در تمام واحدا هست، یعنی زلزله تو خود زابل هیچ خسارتی نداشته، اما اینجا در تهران یه برج مسکونی رو تخریب کرد. بیشترین استفاده از رواج افسردگی توسط دستفروش‌های مترو انجام میشه. وارد قطار میشن، میبینن یه عده آدم خیره نشستن، دارن روبروشون رو میبینن، یه تعداد فال میچینن رو پاهای خیره ها، میرن. یه دقیقه بعد میان پول فالا رو از جیب خیره ها ور میدارن، 5 دقیقه بعد میان فالا رو از روی پای خیره ها ور میدارن، میرن و به یه سری دیگه میفروشن. باور کردنی نیست، ولی بعضیا حتی با افسردگیشون هم به هم دیگه پوز میدن. وسط مهمونی به جای اینکه بگه قرص منو بده، با یه لحن خارجی میگه اون نفازودول هیدروکراید منو با یه نصف لیوان آب میدین. اون یکی میگه اه، من این نفازودولو 3 سال پیش که افسردگیم خفیف بود میخوردم، الان روزی 3 تا ترانیل سیپرومین میخورم، مثل خرسم میخوابم. یکی دیگه میگه سیپرومینو که بچه 8 ساله من میخوره، قرص افسردگی فقط سیتالوپرام، هر وقت میخورم تا 2 ساعت یه فوشایی میدم که داداشم میره معنیاشو از توی فرهنگ لغت در میاره. یکی دیگه شاهرگشو نشون میده، میگه جلو من از این حرفا نزنین، من 3 تا خودکشی ناموفق داشتم. بعد میگن به این میگه خودکشی نافرجام؟ این که پشه زده که. من خودم تا حالا 3 بار انگشتمو کردم تو پریز، منتها هر 3 بار از شانس گند من پریز تلفن بود. یکی دیگه میگه که اینا که چیزی نیست بابا، روانشناس من خودش افسردگی داره، ساعتی 250,000 تومان ازم میگیره، میرم پیشش بغلش میکنم گریه میکنه دلداریش میدم. بعد میگه باز خوش به حال تو که روانشناس داری، روانشناس من 1 هفته پیش روی تیک کاغذ نوشت بدرود زندگی، خودش حلقاویز کرد. یکی دیگه میگه اینایی که میگین همش برای من خاطره است، من کسیم که یه روز در میون یه مش قرص میخورم که خودم رو از بین ببرم، بعد با بدبختی کشون خودم رو میندازم یه جایی که پیدام کنن منو ببرن معده شور. افسردگی یه جور پوزه بعضی وقتا برای بعضی. یه دم هستن که فکر میکنن افسردگی دارن اما در واقع مشکلات دیگه ای دارن. هنوز کیا افسردن؟ هیچکی؟ هنوز 1، 2، 3، 4 این وریا بهترن الحمدلله. 4 نفر از 22 نفر؟ خب بازم تلاش میکنیم. از اول میگم یه عده هستن که فکر میکنن افسردگی دارن اما در واقع مشکلات دیگه ای دارن. طرف 1 ماه سوزنی که جای دکمه زده به شلوارش فرو میره تو شکمش، بعد بر میگرده میگه نمیدونم من چرا 1 ماه حالم بده، همش دلم میخواد بشینم گریه کنم، فکر کنم افسردگی گرفتم. خب چرا تا یکم احساس ناراحتی میکنیم؟ میدویم مشت قرص اعصاب و ضد افسردگی میخوریم، گاهی مشکل با یه لیوان عرق نعنا حل میشه. یه مدل افسردگی هم داریم که بهش میگن نااستواری عاطفی، یعنی آقاه وارد منزل میشه میبینه به به چه بوی لوبیا پلویی میاد، همسر میاد جلو میگه خسته نباشی عزیزم، تا دستاتو بشوری غذا رو میزه. آقا میره توی دستشویی دستاشو بشوره، میاد بیاد بیرون میبینه در دستشویی از بیرون قفل شده، میگه عزیزم در باز نمیشه،
همسر میگه برو همون جایی که تا این موقع شب بودی. آقاه میگه خب در رو باز کن برم. اتو دستشویی که نمیتونم برم. خانم در رو باز میکنه میگه ناراحت شدی؟ تو رو خدا ببخشید. میدونید من یه مقدار حساسم روی تو. چایی میخوری؟ آقاه میگه آره دست رو درد نکنه. خانم میگه کوفت بخوری؟ بی حیا. هر چی هم میگم میگه آره میخورم. برو همونجا که شام خوردی چاییت هم بخور. آقای میگه باشه، چرا اینجوری میکنی؟ من از شام نخوردم. بعد آقایی که داره میره، خانومه میگه میخوای با هم بریم منم یه هوایی بخورم؟ با هم میریم فرهزاد یه چایی میخوری جان تو. آقای با خوشحالی میگه بریم. خانومه میگه درد بگیری که هر چی میگم میگی باشه. الان داره برنامه تموم میشه، این کلام آخره. کیا افسردن؟ هنوز 3 نفر. اونور بهترن، خوبن. 2 نفر اینجا موندن. الان دیگه دارتم چه کار کنم براتون؟ بغل کنم؟ بیا. بیا بغلم. خوب شدی؟ خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب خدا رو شکر که الان همه خوبن. از علائم افسردگی، کمخوابی یا پرخوابی افراطیه که خدا رو شکر اکثر افسرده های ما افسرده از نوع پرخوابن. از علائم دیگرش کمخوری یا پرخوریه که بازم قریبه به اتفاقمون، افسرده پرخوریم. یعنی باباهای یه دست موز میخره میبره خونه، بعد میره شلوارشو عوض میکنه برمیگرده میبینه یه کپه پوست موز وسط آشپزخونه است، داد میزنه میگه خانم لباس بپوش فری برزو ببریم دکتر، فکر کنم دوباره زده بالا. برای شاد شدن خیلی لازم نیست منتظر معجزات بزرگ باشیم. گاهی همین خوشی‌های کوچیک که لحظه‌ای هستن بهترین دوا برای درمان افسردگی هن. چند وقت دیگه نمیشنویم که توی اتوبوس یکی داد بزنه به سلامتی آقای راننده کف مرتب. چند وقت توی استخر سر رفیقمونو نکردیم زیر آب بخندی. چند وقته که یه پری که از بالشمون زده بیرون رو نکردیم تو گوشه بغل دستیمون. چند وقته که به آسونی بهترین موقعیت ها رو برای قلقلک دادن هم دیگه از دست میدیم. غرق کار و زندگی روزمره شدیم و بعد از افسردگی شکایت میکنیم. چارلز بوکوفسکی شاعر و رمان نویس یک جایی نوشته همسایه کناری غمگینم می کند. زن و شوهر صبح زود بیدار می شوند، می روند سر کار، عصر باز می گردند. یک پسر و دختر کوچک دارند. ساعت 9 شب همه چراغ های خانه خاموش است. همسایه کناری غمگینم می کند. آدم های خوبی اند، دوستشان دارم، اما حس می کنم در حال غرق شدنند. گذران زندگی می کنند، بی خانمان نیستند، اما بهای گزافی می پردازند. گاهی در میانه روز به خانهشان می نگرم و خانه نگاهم می کند. خانه می گرید، می توانم حس کنم همسایه ام غمگینم می کند. امیدوارم به خاطر موضوع امروزمون غمگین نشده باشین. امیدوارم همیشه خوشحال باشین و حالتون از درون خوب باشه، خوب باشه، خوب باشه. خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودین، به ما انرژی دادین. همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم.